با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند، بار دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مگه هموطن از ببخشید، ولی من از همه دوستان خواستم که وسط برنامه تماس نگیرن. ببخشید، عذر میخوام، یه لحظه عذر میخوام. بله جهبور. بله جهبور. چهپور کی آقا؟ من فرپوری هستم. آقای چهپور. چهپور نداری بایز من. من فرپوری هستم، فامیل مادریم هم عشقی پوره. چهپور نمیشناسم. چهپور یه دونه، چهپور یه دونه ولی الله چهپور من میشناسم، اونم که همین آقای ثابتی اخیراً مشخص کرد که ساقی سید علی خامنه ای بود. من چهپور نمیشناسم. همون ولی الله، همون رو من میخوام، همون. با ولی الله چهپور کار داری؟ با آقای ولی الله چهپور. شما؟ بله. شما زنگ زدی، من نمیشناسم شما رو. بنده به عنوان ولی امر مظلمین جهان مختارم به هر شخصی در هر وقت، اکبر، به هر شخصی به هر عنوانی هر وقت صلاح دونستم تماس بگیرم. ولی الله چهپور جواب بده. سید علی خامنه ای حرامزاده خودتی؟ چی گفتی؟ خامنه ای تو حرامزاده؟ زدادون قد، خامنه ایشو شنیدم، زدادون قد میشه. ای مردک مادر، تلفن من ها کجا؟ با ولی الله چهپور کار داری؟ هنوز پای بساطی. من جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم، یک حقه و منگل بافور خالی دارم، احتیاط دارم. همه اینها رو مولای ما، زرور ما گرفتیم، در کف دست فدا خواهیم کرد در راه انقلاب. ولی الله چهپور. ای مردک حرامزاده، روبنگی ها؟ خب پس روبنگی. ببینم حالا اتفاقا بد نیست زنگ زدی. حالا که زنگ زدی بذاری چند تا سوال ازت بپرسم. حالت هم که خوبه، روبرایی با ولی الله چهپور نیست آقا جان. ولی الله چهپور نیست، یک حالا نداره. حالا که ولی الله چهپور، اول من سوال کردم. ولی الله چهپور، من با ولی الله چهپور صحبت میکنم. برپوری و مرپوری و یه مش معاند نظام و مخالف، اینها همه جزو عوامل و ایادی استکبار هستند. تا منفورترین کشور منطقه اسمشو نمیارم، بدنم میلرزه این روزا وقتی تصور میکنم که اینها چطور آمدند، رفتند، ورود پیدا کردند. این در غزه رو میگم، این تمدن غرب هست. بعد میترسم این تمدن غرب همون جور که در غزه ورود پیدا کرد به ما نیز ورود پیدا کنه. این چیز کوچکی نمیباشد. لذا ابتدا به ساکن اعلام میکنه ما هیچ وقت پاسخگو نیستیم، هر سوالی رو بخواهیم جواب میدهیم. یک، بعد هم با اعادی مستکبرین و اعادی معاندین نظام صحبتی نخواهیم داشت و این چیز کوچکی نمیباشه. ولی الله چهپور. حالا تو که حالا معلومه حالت خیلی خوبه، ولی من یه سوالی ازت دارم. ماجرای حمام منصوری چی بود سید علی؟ ای دردم گرفت. هر جبت در نقاط حساس نظام شما دست گذاشتید. هر حال حمام منصوری هم قضیه خود را دارد. هر چیزی، یک روز ما در حمام منصوری بودیم و از حمام منصوری ما خارج شدیم و آنجا در جدول‌های روبروی حمام منصوری نشسته بودیم. ضایعه‌ای بر ما وارد شده بود. در حال مالش و التیام دادن به ناحیه‌ای بودیم
که ضایعه وارد شده بود، که به هر حال یک سری حواشی رو برای ما درست کردن. اینها مسائلی هست که راستشو بگم. بگو راستشو بگو. جان شهپور به کسی نمیگی؟ نه من که چهپور نیستم ولی به کسی نمیگم. بگو. تو عالم لودیگری، مشتیگری، تو پای بساط و منقل حرف زیاد میاد و میره. بین خودمون بمونه. بگو بین خودمون میمونه. دداشو در نمیاری. مطمئن باشم. آره مطمئن باشم. بگو سید علی بگو خیالت راحت اینجا همه چی بین خودمون میمونه. بگو. از جای ایران می آمدن در مشهد زیارت می کردن. بعد اون موقع که هتل ها و مهمانسرها این بوده نبود که اینها حمام داشته باشن، سرویس بهداشتی داشته باشن. برای یک وضوء ساده، برای یک حمام ساده اینها می آمدن حمام منصوری از جای ایران. من هم اونجا بودم، اون کار رو بابک کردن و من قسم خوردم از اون موقع از هر ایرانی متنفر باشم، از هر زبان و قوم، از هر نژادی، فقط ایرانی باشد من متنفرم. جان پیش خودمون میمونه. اون کارو با من کردم. اصلا ورود من به اعتیاد به خاطر این بود که درد اون کار رو من بتونم کنار بذارم و بتونم تحمل بکنم. واقعا این چیزاشون هم کوچک نبود، همه چیزا بزرگ بود. بدلی ولی شواهد یه چیز دیگه نشون میده. حالا الان میگی من به هم سخت گذشت و اینا، ولی مثل این که خوشت اومده چون هر روز حاج آقا توسی پیشته و این چی داستانش بس خوشت اومده. عجبت که در قضیه حمام منصوری از علیه که ابتدا به ساکن اتفاق افتاد مسئله بسیار دردناکی بود و این چیز کوچکی نیست. در دردناک بودن واقعه اصلا جای بحثی نیست، اما در بابی شد برای آشنایی ما با مبحث شیرین لواط و بعد از اون بود که ما دیگه به هر حال رساله نوشتیم در مورد این. با آقای طوسی بودیم. واقعا چه مرد شریفی، چه مرد کاربلدی. واقعا لذت میبره. آفرین باید گفت. واقعا صد آفرین. حداقل 5 یا 6 کارت صد آفرین از خودم ساطع کردم برای آقای طوسی. هم لحن زیبایی دارد، هم اصلا چهره ایشان مثل یک لواط شده از کلمه. من پیشنهاد دادم به یکی از آقایان، گفتیم در آینده وقتی میخواییم لواطخانه بزنیم دیگه لازم نیست که بخواهیم تابلوی بزنیم، تبلیغی بکنیم، هم عکس و جمال ایشون رو به تابلو الساخ کنیم، همه میفهمن اینجا لواطخانه است. مثل شیرکشخانهی که ما افتتاح کردیم در پشت میدان فلسطین، مردم مظلوم فلسطین یادم میفته. در شیرکشخانهی که در پشت فلسطین راه انداختیم دیگه تابلو ننوشتیم، عکس همین شهید زنده حداد عادل رو همین رو اونجا استفاده کردیم. لواط مبحث شیری نیست ولی اوائلش دردناکه، خیلی درد داره. ببینم سید علی الان تنهایی که حال نمیده این کارا. نه با ارواح هستم، خودم تنها میشینم. با کی هستی؟ با ارواح. با ارواح؟ شما به روح اعتقاد داری؟ ببینم حالا بده یه خورده با این ارواح صحبت کنیم ببینیم واقعا با ارواح یا رو بخوری. اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام و السلام علی سیدنا و آبائنا و ابی القاسم. بنده در خدمت شما هستم. بفرمایید. اکبر هاشمی خودتی؟ نه من اکبر نیستم، روح اکبرم. اکبر پوسی. اکبر فقط لنگ این هستی و سخونهاش رو از اون خاک بی اون بکشن در اصلی تل کنن. من روح اکبر هستم، خاطر همینم هرچی دود من میگیرم
از این ور وارد میشه و از آن طرف بدنمون کاملا خارج میشه. دقیق من دست بفرم بفرمایی خواهش بفرم. ای تو روحت اکبر، ای تو روحت اکبر. اکبر میدونستی که همه چی میگی سید علی؟ دارم با اکبر صحبت میکنم، ساکت شو. رهبری کبیر انقلاب وقتی تشخیص داد ورود پیدا می‌کنه، رهبری در مسائل مختلف ورود پیدا می‌کنه، در مسئله چهپور یا هاشمی که حتما ورود پیدا، چهپور ساقی ما ولی الله تو از دوستان سابق و خوب ما بوده، حزبی و خواهی بود درست مثل آقای طوسی. اما در مورد اکبر، اکبر خودت بگو. من واقعا اون اطلاع آرزوهای بشریت و آنچه که در آفاق امامت و نبوت میتواندید و در چهره مقام معظم رهبری بارها و بارها دیدم، چهره معصوم و لواطکاری دارند، معتاد ساده هستند و زندگیشون واقعا به یک منگل و وافور ختم میشود. این رو من به چشمان خودم دیدم. حتی بعد از اینکه ما در استخر فرح به جان به جان آفرین تسلیم کردیم، آنجا ما به هر حال خدمت با پروردگار های ابتدا جریان طولانی بود، ابتدا با حضرت اسرائیل بودیم، در راه رفتیم، کردن من تو قبر دو تا فرشته دو تا ملک میاد، یکی خسمای بدی هم دارن، یکیشون نکیر هست یکیشون منکر هست. این ها رو ما پشت سر هم گذاشتیم، به خصوص نکیر خیلی اون واقعا خیلی دردناک بود. و بعد رفتیم پیش بارپرورده و همین مطلب رو در رابطه با مقام معظم رهبری ما به همین اشاره کردیم، واقعا ایشان در امامت و ولایت هستن، حالا لواطکار هم هستن، معتاد هم هستن، جنایتکار هم هستن، اما من واقعا از همه مردم میخواهم که در انتخابات پیش رو کاری بکنن که دل سید شاد بشه. آن چیزی تصور میکنن با ام سید رو شاد خواهد کرد راه دوری نخواهد. نه یا در حال خدمت با پروردگارا رو ادامه خواهم داد. اکبر میدونستی که فائزت داره راه تو خوب ادامه میده؟ میدونستی که کلی آدم فرستاده خارج کشور به اسم اپوزیسیون دارن همینطور کار خط شما رو انجام میدن؟ میدونستی اینا رو؟ اینو باید شما زودتر میدونستی. این رو که ما خودمون هم نوشتیم، نقشهش رو انجام دادیم، از همون روزهای اولی که میخواستیم آن اگه 57 رو رقم بزنیم، این رو ما طراحی کردیم، صادر کردیم. این رو شما دیر فهمیدیم، این رو که ما میدونستیم، سال هاست میدونستیم. برحال دیگر سیاست هست و خارسه بازی. خب اکبر برو پیکارت، من صحبت آخر رو با سید علی بکنم، بعد کار دارم آقا جان، من باید تماس بگیرم الان با یکی از هموطنهای مبارزمون، میخوام مصاحبه کنم. برو گم شو اکبر، تو روحت اکبر. سید علی یا آخرین حرف رو بهت بزنم؟ ببر سید علی، مادر تو حضرت حافظ می فرماید مادر پیاله عکس رخ یار دیده ای. و این رو به شما من نسبت میدم. وقتی که میایید به در رابطه با مقام معظم رهبری حرف رو میزنید، من ورود پیدا میکنم. شما مادر پیاله هستید و اصلا حرفی در این باره نمی من خودم جوابی رو خواهم داد. در حال ما از برا گم شد، برا گم شد سیدنی، ما از توپ تانک فش فشه گزندی به ما نرسید. حالا شما با مادر ما کار خواهد. من وقتی آمدم از آنجای مادرم بیرون یا علی گفتم، حالا دیگر خودتان تا تهش را بخوانید. و صلات و سلام و علی سیدنا و آبان و عبالغاسم. گم شو حرومزاده. ببخشید بینندگان عزیز، عذر و پوزش میخوام ازتون. این تماس یه دفعه برقرار شد، آقا مثل این که سر کیف بود. بریم به سراغ برنامه.
با درود و احترام مجدد خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و پوزش بابت اتفاقی که اول برنامه افتاد، یک آدم منحوسی اومده بود رو خط ما و درود و احترامی خاص خدمت جناب آرش جعفر عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. اگر درود ابتدایی دارید خدمت بینندگان مطرح کنید تا یک راست بریم به سراغ اصل برنامه. بفهم. درود به همه هموطنان عزیز گسترده در پهن‌دشت گیتی با هر گونه باور سیاسی و مذهبی از هر زبان و قومی بجز بی پدر مادران جمهوری اسلامی. آریا جان درود بر شما و درود به مخاطبین عزیز شما، در خدمتون هستم. خیلی ممنونم آرش عزیز، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من و هموطنان قرار دادی. حالا من به سوال جدی خواهم رسید، همین سوال اولم اتفاقا سوال جدی خواهد بود. تا قبلش این که بگم آرش جان، احتمالا خودم میدونی که خیلی از این به قول خودت طول ولایی ها احتمالا این برنامه رو میبینن. میخوای درودی هم بگی به این طول ولایی ها؟ طول ولایی های عزیز دل خود من، هوش دوست داشتنی، که واقعا با این که ما داریم تلاش میکنیم که شما رو به جای اصلیتون، به اون محلی که متعلق به وحوش هست برگردونیم، ولی این از علاقه قلبی ما به شما کودنها و صفیها چیزی رو کم نمی کنه. شما ها همیشه حتی بعد از انقراض هم در قلب ما جا دارید. آرش جان جدا از شوخی، من یه دو تا مسئله رو بگم. داشتم با سهیل ملکپور عزیز صحبت میکردم، یه حرفی رو به من گفتش که منم اینجا میخوام تایید کنم. ببین فضای سیاسی فضای تلخیه، به خصوص با این همه کثافتکاری که میبینیم، با این همه دشمنانی که پادشاهی خواهان دارن، ایران داره به طور کل، و سخت اذیت کننده است. خودت هم میدونی این قضیه رو، ولی واقعا وقتی کلیپات و شورت ویدیوهات و اینا رو آدم میبینه، درسته که سیاسی کاملا و خیلی هم زهراگینه، و یه لبخند یه حال خوبی با آدم دست میده و این واقعا صدافرین داره. و البته ببین طنز یکی از مهمترین روش های مبارزه بوده در تمام دنیا. من یه سری مثال در این مورد میخوام بیارم و اتفاقا یه سری روشنگری ها میخوام بکنم. جمهوری اسلامی هم به شیوه خودش از طنز استفاده کرده، همه تاریخ دنیا این قضیه بوده. من مثال هایی رو نوشتم خواهم گفت، ولی میخوام اول نظر خودتو بپرسم که چی شد که تصمیم گرفتی که به شیوه یه مقدار طنز و یه طنز زهراگین کار مبارزه رو انجام بدی؟ آریا جان ببین، بحث حالا مبارزه سیاسی، فعال سیاسی بودن، اصلا حرف از سیاست زدن از موارد مختلفی شامل میشه. یعنی شما انتظار همه چیزی رو داخل این باید داشته باشید. مبارزه سیاسی میتونه برسه به ترور، به مسائل خشونتبار کف خیابون یا حتی بین کشورها، و در لول پایین‌ترش میشه همون بحث و جنگ و صحبت و نقد و چالش و اینجور مسائل، که حالا تهمت و افترا و اینا هم اون بچه‌های زشت حرکت سیاسی، مبارزه سیاسی، فعالیت سیاسی هست. من در بخشی که بخواد برسه به قول معروف، حالا بهش میگن مثلا خشونت‌آمیز، نه دستی داشتم نه تخصصی داشتم، ولی توی بخش قبلش خب حالا شخصی است برفرض کارشناس مسلط امور سیاسی است، علوم سیاسی خونده، سواد بالایی داره، پست سیاسی داشته، اون میشه بحث کارشناس و مسائل دیگه. اما همون کارشناسان وقتی با هم دارن یک مسئله یا موافق و مخالف صحبت میکنن، دارن عملا یک جنگ روانی رو بین هم انجام میدن. یعنی مبارزه سیاسی یک جنگ روانی در پس کار خودش داره و همون جنگ روانی هست که به یک نتیجه خواهد رسید یا نرسید. چیزی که در پوست و خون و استخون و گوشت من هست همین جنگ روانی و بازی روانی هست، و من آمدم یک سبک دیگه ای رو انتخاب کردم برای این کار و دلایلش هم حالا جلوتر میگم. افراد میان به هر حال
ساده خیلی بیمایشی میشه که میان با توهین به یکدیگر سعی میکنن حالت روانی برای طرف به وجود بیارن. حالا این توهین ها میتونه بسیار رکیک باشه، میتونه نه توهین های شیک و در قالب ادبی باشه، اونها بحث خودشو داره. من اومدم در بخش جنگ روانی که در مبارزه سیاسی هست، بخش طنزش رو با توجه به سابقه‌ای که خودم داشتم، با توجه به کارهایی که قبلنی که میگم یعنی از نوجوانی، چه به صورت علاقه، چه به صورتی که برم حالا یک دوره‌ای ببینم یا یک سری مسائل رو یاد بگیرم که نمیخوام واردش بشم، روش یه تسلطی داشتم تو زمانه مختلف. من اومدم از این استفاده کردم چون طنز یک حالتی رو ایجاد میکنه که در مرحله اول مخاطب رو جذب شما میکنه. یعنی وقتی شما میای یک محتوا تولید میکنی و بر پس ذهنت یک هدفی داری، باید سعی کنی محتوا اون هدفت یا اون صحبت طوری باشه که بتونه مخاطب رو جذب خودش بکنه. من از طریق طنز آمدم و مخاطب رو جذب خودم کردم و بعد برفرض در کنار ویدیوهایی که درست میکردم یا کارهای طنزی که انجام میدادم، میومدم به صورت هفتگی بعضا روزانه برنامه جدی سیاسی میذاشتم، نه با سواد یک استاد دانشگاه و یک شخصی که به قول معروف همه ما میشناسیم اینجوری شق و رق میشینن درود بر شما و فلان اینا میرن جلو، نه، چون منم یه نفر هستم مثل تمام افراد دیگه جامعه، کار کردم، بالا پایین رو دیدم، شرایط رو میدونم، ادبیات مردم رو میدونم، هیچ وقت نمیام از موضع بالا صحبت بکنم. هر چقدر خوانده باشم، هر چقدر یاد گرفته باشم، سعی میکنم آن چیزی رو که متوجه شدم یا آن چیزی رو که میخوام انتقال بدم به مخاطبم با همون حالت دوستانه و همون حالت خودمونی که داریم با یک چارچوب و دیسیپلینی که خودم تعیین کردم ببرم جلو. پس من از طنز استفاده کردم که اولا نیش کلامم بر اون هدفی که دارم برنده باشه و به حال بتونه در عمق اون نفوذ پیدا کنه، دو بتونم مخاطب رو جذب خودم کنم، و سه مسئله ای که بسیار و بسیار و بسیار تاثیرگذار هست و ماندگار هست این هست که بسیاری از موارد یا حرفها یا گفته‌ها یا صحبت‌ها رو شما در قالب طنز میتونید، چه طنز حجم چه طنز غیر حجم، مطرح بکنی و هدف و اون کلام خودتو به راحتی هم به مخاطبی که میخوای جذب کنی هم کسی که مقصودت هست برسونی. بر فرض مثال سید علی خامنه ای، من نمیگم کس من شخصی بودم که آمدم اولین بار این کارو کردم، بسیاری از افراد میومدن در مورد ایشون موارد مختلف رو انجام میدادن، ولی من فراموش نمی کنم که آقای خامنه ای، سید علی خامنه ای، رهبر انقلاب و و و و آیت الله، اینا همیشه قبل از اسم ایشون می اومد و یه احترام، یک تابوی بزرگی رو برای این در نظر گرفته بودن که همون تابو و همون مقدس نمایی که طرفدارانش دارن و همون حالتی که باید در یک موضع قدرتی هست مخالفانش باهاش صحبت میکنن، اونو به این جایگاه دیکتاتوری چسبانده. و من آمدم عملا این شخصیت صفاک دروغگو بسیار عقده‌ای و بسیار کینه‌ای رو با کار طنز اون تابوش رو شکستم، و بعد دیدم بعد از اینکه من این کار رو کردم در سالهای بعدش، بخصوص هرچه نزدیکتر شدیم به اتفاق بسیار تلخی که برای خانوم امینی، مهسا امینی عزیز افتاد و به قتل رسیدن و یک موجی در بین ایرانیان را افتاد، دیدم مردم بدون ترس، بدون خجالت، بدون اینکه حتی حالا بحث مذهبیش هم از سید اولاد پیغمبره، همه گونه نقدی بهش کردن. یعنی از بدترینش که فحاشی کف خیابون بود که بسیار تاثیرگذار بود و نابود کرد روح روان این بابا و آدمیانش رو، و بارها هم دیدید که اعتراض کردن، به قول معروف شروع شد تا موارد بالا که شما میبینید جوانان و جوانان، افرادی که ریشی سفید کردن ولی ساکت بودن، همه اومدن وسط فقط به خاطر اینکه این دیکتاتوری جمهوری اسلامی، نه دیکتاتوری علی خامنه ای. علی خامنه ای خیلی ها دنبالش هم فقط علی خامنه ای بره، این دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بکشن پایین و اون حکومت ملی خودمون رو ادامه بدیم و بتونیم خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. علت ورود من به طنز، حالا بخوام بگم یا اون مبارزه به صورت طنزم، تقریبا همین بود. من سه تا مثال میخوام بیارم از فعالیت طنز در سه جبهه، یکی جبهه میهن پرستان پادشاهی خواهان، یکی جبهه
جمهوری اسلامی، یکی جبهه چپ ها. حالا و بعدش یه سوالی ازت دارم در رابطه با همین صحبتی که الان مطرح کردی، چون نوشتم در لابلای صحبت هایی که مطرح کردی. اما من سه تا مثال اول بیارم. از جبهه میهن پرستان و عاشقان ایران پادشاهی خواهان، جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد که دیگه میدونیم مثلا ایشون دکترای حقوق سیاسی از دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ با اون سطح سواد و تحصیلات و آگاهی و اینها، در کنسرت آلبرت هال در اون سالهایی که کسی جرأت نداشت اسم خمینی رو بیاره، خمینی رو سیفون کشید روش و واقعا یعنی در اون کنسرت آلبرت هال، من دو دقیقه ازش رو برای هموطنان میذارم که البته حتما همه هموطنان دیدن. این نمونه از یک فرد میهن پرست تابوها رو شکود خورد کرد و البته هزینش رو هم سنگین پرداخت کرد. این بزرگ مرد تاریخ، درود بر روان پاکش. دستورات دینی آسمانی همش اینجا و اونجا. حالا بماند. بعد 12 جا در اسلام برای عشق بازی حرامه. 1. زیر درخت میوه، قشنگترین جاست برای عشق بازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. نه، یه بار درست شده باشه سیبه بیفته بشکنه. 42 جا برای عشق بازی حلال است در کتاب نوشته. 1. پشت کوهان شتر. واقعا ما که رو زمین صاف راه میریم نمیتونیم کاری بکنیم، بریم پشت کوهان شتر عشق بازی بکنیم. نوشته نعوذ بالله، نه نوشته که این کارا رو نکنین، نوشته نعوذ بالله اگر کسی خواست با شتر عشق بازی بکنه، عشق بازی لب شطور بگیرم بگم عزیزم عشق بازی، عشق بازی کند، 4 چیز باید حلال باشه. 1. میخی که شطور را با آن زمین میخکوب میکنند. 2. طناب گردن شطور به میخ. 3. حالا از میخ شروع میشه، پایین ترین شطور از میخ شروع میشه. 3. چی نردبونی که میزنی از شطور بریم بالا. 4. 4 طبقه از این امر مستثنا هستن، چه سبزها، دیوانه ها، شعرا و آدمی که باعث خنده مردم میشه. الحمدلله من مستثنا هستم از عشق بازی با شطور. حالا که نمیشه با شطور، هر کسی اینجا از خیالی داره تلفن. آخه من نمیفهمم این کتاب کتاب دینیه، خب چرا توش نمیسن با دکتر همسایتون عریسی کنین خیال خودتون راحت کنیم، شطور، میخ، طویله، سوزن، لخ، نردبون بخرم که فقط شطور بخوابم. تازه نوشته که اگر نعوذ بالله شخصی خواست، یعنی خودشون چون میکنن آدم کارهایی رو که میکنه میمیسه، چرا من نمیگم که عشق بازی به خر چیه، برگه نمیدونم چیه. نعوذ بالله اگر شخص مسلمانی خواست با اولاغ عشق بازی بکند، لازم است که روز بعد اولاغ را به 40 کیلومتری برده بفروشد. مثلا من توی لندن با یه اولاغ عشق بازی کنم، اولاغ سوار اتوبوس دو طبقه کنم برم 40 کیلومتری کجا برم؟ آب کور آبیست، سه وجب. حالا مثلا زیر شیر آب اگه دستم بشورم چه ایراد داره؟ نه، آب کور سه وجبی، تو انگلیس آب سه وجبی، هیچ چیشی سه وجبی است که آب سه وجبی باشه. حالا بعد نوشته که بر مسلمان واجب است، واجب است اول یک مشت از آن آب ببوید. میگم به روح خواهرم عین این کتابه، ببینید چه بر سرتون اومده، شما هنوز نمیدونید. بر مسلمان واجب است یک مشت از آن آب ببوید، اگر بوی ادرار نداد یک قلوب از آن آب میل بفرمه. حالا مثل ما یه شاش خوردیم مثلا میدونیم مزه ادرار چه، اگر مزه ادرار نداد، من چه میدونم مزه ادرار چه جوریه، میگم شما که امام هستین بخوریم به ما بگید که مزه ادرار میاد. یه مثال دیگه میخوام از جمهوری اسلامی بزنم. یه سری فیلم های سینمایی به خصوص در سالهای اخیر اینا دارن میسازن، یکی مثل مصادره، یکی مثل فسیل. برخی از هموطنان فکر میکنند که مثلا این خب یکی یه نفری اومده و خواسته فیلمی بسازه و پرفروش بشه و یه کار طنز اینطوری ایناست. جالبه بهتون بگم که عرضم به حضور شما فرمانارا دیگه آدم مهمیه در سینما ایران دیگه، اون فاش کرد که دولت میگوید اگر میخواهید بخندید قبل از انقلاب رو مسخره کنید. یعنی این واقعا هدفمند بود، هدفمندم هست این فیلم هایی که میسازند و این همه فروش میرد. من نمیخوام به مردم خورده بگیرم، انقدر شرایط مملکت سخته
که بعضا میرن در سینما 2 دقیقه هم میخندن، ولی خب اونا اون هدفاشون رو انجام میدن. چطور تمسخر میکنن دوران پادشاهی رو، شخص آریامهر رو در فیلم فسیل مسخره کردن، در خود فیلم مصادره، و این یه نمونه از جمهوری اسلامی. اما از چپ ها یه نکته رو بگم که من نوشتم این رو، حزب از رو نوشتم میخونم. حزب توده تنها وظیفه شایعه پراکنی و دروغ پردازی علیه خاندان پادشاهی رو بر عهده نداشت. آقای محمد تقی رهنمایی، فارغ التحصیل دانشگاه ماربورگ آلمان و استاد بازنشسته جغرافیای دانشگاه تهران که خودشون هم تالشی هستن، در گفتگوی درباره زبان تالشی و گیلان با مجله دیلمان از یکی از خیانت‌های شرم‌آور حزب توده پرده برداشت. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص جوک‌های قومیتی از تحقیقات گسترده خود سخن میگوید و بیان میکند منشأ جوکسازی برای آذری ها و گیلک ها، مثلا میگن یه روزی ترکه، یه روزی رشتیه و اینها، این حزب توده بود. حزب توده که فرمان گرفته بود از شوروی، چون شوروی همیشه به دنبال تجزیه ایران بود دیگه، میخواست این جوک های قومیتی رو در جامعه گسترش بده. یه کارگروه داشت برای این قضیه که قومیت های مختلف نسبت به سایر هموطنانشون حس تنفر پیدا کنند. این خیلی نکته. این سه نمونه رو مثال زدم از طنز. و در جهان هم ما دیدیم یه مستندی هست به نام مستند داس و خنده، درباره نحوه مقابله مردم زیر بلوک بلوک شرق، زیر بلوک کمونیستیه، که با جوک و اینها چطور مبارزه میکردن با اون مشت آهن کمونیست. اما سوالی که ازت دارم، حالا برای خودم پیش اومد وسط حرفه، اسم نمیارم ولی فکر کنم همه هموطنان بفهمن، البته اینی هم که میگم مختص یه نفر نیست، ولی آدمایی رو میبینیم، مثلا یه فردی هست در ام بی سی پرشیا کار طنز انجام میده، به زمین و زمان اینا گیر میدن الا سید علی خامنه‌ای. یه عجیبه برای من، یعنی و این رو در خیلی مواقع از خیلی هم دیدیم، یعنی انگار یه خط ترس یا مرز یا هدفمندی وجود داره. نظرت در این مورد چیه کلن؟ حالا من به اون فرد کاری ندارم، کلن میبینم که بعضی جاها تنسا، یعنی انگار به همه گیر میدن، همه رو، و حتی نیکاهنگ کوسر که این کسافتکاری اخیرش هم در اومد و اینا، حالا مثلا دیده بود، ولی حتی اونم مثلا میگفت ما تا یه دوره کاریکاتور خامنه ای رو هم نمیکشیم، دای دوره حرفش. نظرت چی داری مورد؟ یعنی انگار یه حاله یه چیز خط قرمزه. آیا جان بذار من از انتها بیام، حالا شما اسم نیوردی ولی خب همه میدونه در رابطه با سینا ولی الله داری صحبت میکنی، و چون اینو میدونم از انتها بیام، ولی الله رو میگی، من تا آخر عمرم اسم ولی الله بشنم یاد چهپور و این مکالمه اولی برنامه میفتم. بگو ببینید شما، بذارید یکم من برم عقبتر، اسم افراد رو میتونم بیارم اصلا با مسئولیت خودم. من همیشه اسم میارم، من اتفاقا خواستم یه وقت تو چون مهمان عزیز ما هستی برای تو چیز نشه بگم. نه با اگه چیزی باشه ببین، مثلا الان شما دقیقا الان جلوتر متوجه میشی که من چرا میخوام اسما رو بیارم. شهرام همایون میشناسنش، همه تلویزیون داره، رسانه داره، اینجا اومد سالش یادم رفت کنم 2019 بود در شهر هانوفر یک برنامه برگزار کرد، دعوت کردن، منم اونجا بودم، یه سری دیگر دوستانم بودن، و بعد از اینکه اون مثلا تقریبا 20-25 نفر 30 نفر بودیم تا گروه ادامه پیدا کرد، به هر حال کسی صحبت کرد، نظرشو داد و اون مسائل شهرام بازی که خودتون بهتر میدونی، حالا یه چیزای فروخته شه نشه، نهایت کار تمام شد، خداحافظ شما، هر کسی جدا شد، یه جمع تقریبا 7-8 نفره ای موند، از اون جمع خودشون و پسرشون و همسرشون و یکی دیگه از دوستان و بنده و دیگری و اینا، میشونیم 7-8 نفر، بیشتر هم نبودیم، و یه سری صحبت هایی داشت میکردیشون. و من معمولا توی جمع ها شنونده خیلی خوبی هستم، و خلاف اینی که اکثرا میگن این وقتی بره رو منبر دیگه پایین نمیاد، اون یه بحث دیگه، ولی اکثرا من شنونده خوبی هم. یه جمله گفت، دو تا جمله، یکی که گفت از شانه شما، چون این بابا نگاه اقتصادی داره، یعنی مبارزه سیاسیش هم اصلا بحث وارد درست و غلط بودنش نمیشم، ولی
از مبارزه سیاسیش ایشون درآمد داره که بتونه هم زندگی بکنه هم مبارزه سیاسیشو پیش ببره. حالا درست و غلطیش هم کار ندارم، نگاه سیاسیش هم کاری ندارم، کلیت شخصیتشو میگم. ایشان اولا حرفی که به من زدن گفتن که از شانه ها کسی رایگان بالا نره، یعنی شانه ها تو رایگان در اختیار کسی نذار و سعی کن رایگان هم رو شانه کسی نری. اوکی، حرف خوبیه. یک مطلب دیگری که به من گفت و واقعا حرف درستی بود زد، و اون حرف این بود که به من گفت که موقع من شاغل بودم مثل امروز، منتها شغلم شغل دیگری بود، من پرسید کار چیه اینا، گفتم اینا، بعد گفت که کار خوبی داری میکنی که یه شغل کاملا متفاوت، یک درآمد کاملا متفاوت از این فعالیت تو کارات داری، چون اگر بخواد درآمدت هم از این فعالیتت باشه محدود میشی به یک سری افرادی که تو رو تأمین مالی میکنن، حالا مخاطب خرد یعنی نفر به نفر با دیدن ویدیوهات و حالا هر صورتی چه میدونم کمک نقدی یا نه اسپانسر داشته باشی و هر چقدر هم استقلال فکر کنی داری، باز باید در راستایی بری که اسپانسرت ازت میخواد، و اگر شما نخوای در راستای اسپانسر بری جلو پس دیگه درآمدی نداری. حالا این پیش درآمد من گفتم که برسیم به آقای سینا ولی الله. این تلویزیون ایشون، اینو من مطلع به شما دارم میگم، نه با ایشون رفت آمد آنچنانی داشته باشم، نه رفیقیم، نه هیچی، ولی چیزی که میدونم وظیفه‌ام بگم، این تلویزیون اولا دفترش در امارات متحده هست و اسپانسری که داره آن برنامه رو ساپورت میکنه یک خط قرمز، حالا به علتی که به امارات وصل هست و امارات حالا روابطی داره با ایران یا ترسی رو داره با جمهوری اسلامی یا هر علتی هست، یا که دفترشون اونجاست یا اسپانسرشون، حالا کار نداریم، به هر حال اون برنامه یک اسپانسر داره و اون اسپانسر یک چارچوب رو تعیین میکنه. من تا اونجایی که میدونم اسپانسر امارات هست، حالا اگر یک شخص دیگری باشه در امارات اون یک بحث دیگری است که اصلا من اطلاع ندارم. اون یک چارچ، ببین ایشون داره یک برنامه تولید میکنه و ازش داره درآمد به دست میاره، زندگیشو میگذرونه و برنامه ریزی میکنه، مثل یک خواننده که وارد مثلا یک کنسرت میخواد بشه باید در چارچوب قوانین اون کشور و اون چیزی که اسپانسر ازش میخواد باشه، حالا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. یک هنرپیشه سینما هم به همین صورت هست، وقتی قرارداد میمده با یک کمپانی فیلمسازی در اختیار اون هستش و نمیره با کمپانی دیگه کار کنه، این یک اصول این کار هست. حالا ایشون یک محدودیتی داره که اتفاقا منم از این محدودیت بدم میومد که خط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خامنه ایه، ولی به خصوص تو یک سال گذشته نه به صورتی که اسمشو بیاره، تیکه های مستقیمی رو انداخته بهشون، و جمعه ای که گذشت من برنامهشو دیدم آمد، و وقتی شما نمیتونی، ببینید این میشه هوشی که در کار سیاسی و طنز هست، شما برات اسپانسر یک خط قرمز تعیین میکنه که از این عبور نکنی، یعنی نری یقه خامنه ای رو بچسبی، میتونی به صورت سوم شخص هم بهش اشاره بکنی کما اینکه کرده، ولی نمیتونی اسمشو بیاری به هر علتی. ایشون اومد از یه هوشی استفاده کرد و آمد آن چیزی که من از دوستان میخوام، حالا خودت هم اگه ندیدی برو برنامه همین جمعه دو سه روز پیشش رو نگاه کن، اون مونولوگ اولش رو، بارها و بارها در بحث طنزش کار رو به سمت حکومت پهلوی چرخون، یعنی پهلوی رو مثبت نشون داد، پهلوی رو ما آینه دق جمهوری اسلامی اصطلاحا نشون داد، یعنی وقتی که شما نمیتونی بیای بری اون رأس نظام و یقش رو بگیری به خاطر محدودیتی که برات شبکه یا اسپانسر تعیین کرده یا کارگردان که خودش یا تعیین کننده تعیین کرده، میاد از اون طرف دشمن، یعنی بعضیا میگن پهلوی دشمن شماره یک جمهوری اسلامی، من میگم پهلوی تنها دشمن جمهوری اسلامی، اصلا دشمنی غیر از اون نداره، الباقیشون داستانه بازیه. اومد به اون پرداخت در وجه مثبت، یعنی عملا آمده رو نقطه ضعف اون شخصی که اجازه نداره بهش بپردازه پرداخته. این جزء اون کارهایی هستش که در طنز شما میتونی انجام بدی و اون هدفی که میخوای برسونی. حالا من در مسئله شما گفتید در رابطه با سینما و فیلم هایی که تولید میشه و میرن میگن میخواید اگر فکاهی کنید، اگر حجب باشه یا هر چیزی باشه باید برید روی حکومت سابق
خب این علت داره. یا آقای فریدون، دکتر فریدون فرخزاد عزیز، که من افتخار دارم از سال 2019 هر ساله در مراسم سالگرد ایشون در شهر بن حضور دارم و واقعا لذت میبرم، که و حتی به یه سری از دوستان من دوتا قول دادم، یکی این که با یه آهنگی مال خانوم فتانه هم نامهربونه، وقتی علی خامنه‌ای سرش رو گذاشت زمین سقط شد، با اون آهنگ برقصم و ویدیوشو پخش بکنم، نه رقص عادی، رقص حج. با و دوم هم چیزی که خودم اعلام کردم این هست که روزی که جمهوری اسلامی بیفته، من جدا از اون جشنی که حالا مثلا دوستتو بغل کنی، نمیدونم یه لایوی بذاری، یه ویدیوی بذاری، حتما خودم میرسونم به مزار فریدون عزیز و اونجا یه برنامه حتما خواهم داشت. حالا فریدون فرخزاد عزیز علوم سیاسی خوندن اینجا، حالا در کنار ادبیات و مسائل دیگه، میبینید میاد حقوق سیاسی، ببخشید گفتم علوم سیاسی، حقوق میخوام، میآید و از اون سواد سیاسی خودش کجا استفاده میکنه؟ در اینترتینمنت، در سرگرمی و در طنز و در هنر و خوانندگی و مسائل کلن هنری استفاده میکنه. جمهوری اسلامی میگه اگر میخوایم پهلوی رو بکوبیم باید بیایم بریم فیلم بسازیم دهه 40-50 و اونجا یه سری چیزها رو بزرگ نمایی و کوچیک نمایی بکنیم. میایم جلوتر، مثلا آقای سینا ولی الله که صحبتش شد، میادش در مورد موضوعات هفته به صورت طنز کار میکنه. طنز شما یه وقتی میبینید یک خبر بسیار منزجر کننده رو ایشون یک پاسخی در مونولوگش کاملا طنز میده بهش، حتی شاید انقدر اون خبر منزجر کننده باشه که حتی طنز بعدش که میگه میبینی کسی نمیخنده و میره بعدی، ولی ایشون میگه. علت اینو من شاید در بخش اول باید میگفتم، ولی گفتم اینو بذارم کنار. ما انسان‌ها یه چیزی به اسم ضمیر ناخودآگاه داریم که بر فرض مثال، حالا شاید تو این کسایی که دیدید میان اصطلاح فروش موفقیت میکنن، فروش کارآفرینی میکنن، فروش نمیدونم من خوشبختم میکنن، میگن شما با مثلا تکرار یک کلمه که من خوشبختم مثلا، یا من مثلا زیبا مثلا، یا من فلانم، عملا بر اثر تکرار این مسئله یه چیزی رو به خودتون القا میکنی. شما شاید خوشگل و خوشگل و خوشبخت نشید، ولی 100% بعد از القایی که داری به خودتون میکنید، احساس خوشگلی و خوشبختی و ثروتمند و همه مسائل مثبت رو خواهی کرد. این خاصیت ذهن ما و ضمیر ناخودآگاه ماه. من میتونم بپرسم اسم پدرت چیه شما آریا جان؟ یا نه اصلا ولش کن. من پدرم عمرشون، پدر من فوت شدن ولی اسمشون عباس. روحشون شاد. پدر منم فوت شدن. یه مثال دیگه بزنیم. من میگم الان به تو میگم آریا، شاهزاده رضا پهلوی، اولین چیزی که اومد تو ذهنت چیه؟ صدای ایشونه یا تصویر ایشونه؟ تصویر ایشون. میگم مرحوم پدرت، بلافاصله تصویرش میاد. میگم ایران، حالا نقشش جغرافیاش میاد توی ذهنت. این زبان مغز ما انسانها هست، زبان تصویر هست. برای همین هم هست که شما یک مطلب رو به یک انسان میتونی به صورت تصویری که حالا اگر صوت هم داخلش بشه مکمل میشه و تحت عنوان ویدیو میاد، در ضمیر ناخودآگاه یه نفر وارد بکنی. این کارهایی که انجام میشه، یعنی من انجام میدم، آقای ولی الله، نمیدونم مرحوم فرخزاد، جمهوری اسلامی، چپ‌ها، نمیدونم مجاهدین خلق، گروهی دارن کار طنز انجام میدن، حرفه‌ای هم نه، یعنی به لحاظ امکانات حرفه‌ای هستن انجام میدن، مخاطب رو با ضمیر ناخودآگاهش کار دارن. این بخش اول که من به شما گفتم از طریق طنز آدم رو جذب کردم که الان بشینم اینجا جدی صحبت بکنم به طور مثال یا تو برنامه خودم، از همین طریق، از کار طنزی که شاید توش حجب باشه، شاید توش انتقاد باشه، شاید توش مسئله بسیار تلخی باشه، بدون اینکه مخاطب متوجه بشه، آن چیزی که در پسا برنامه و پسا ذهن شما هست که القا بدی به مخاطب، از طریق طنز میتونی انتقال بدی، از طریق ویدیوی تصویری کوتاه میتونی انتقال بدی. دلیلی که من ویدیو کوتاه درست میکنم بیشتر تا ویدیو کوچک این هستش. پس مسئله و داستانی که باقی میمونه این هست که دو تا مطلب رو ما باید در نظر بگیریم. یک،
در کار و مبارزه سیاسی اگر درآمد ما و زندگی ما بشه از طریق مبارزه سیاسی، داستان میشه همین کاسبان سیاسی که داریم میبینی، یا نه کاسب نه، یک هنرمندی مثل سینا ولی‌الله از یک خطی، از یک خط قرمزی نمیتونه عبور کنه. مسئله دومش این هست که چرا انقدر افراد، حتی کودنهای جمهوری اسلامی، الان شما داریم میگی در رابطه با زمان شاه ساختن، میبرو ببین یه برنامه دارن مدعایی که قیافش حبس داره گذاشتن اونجا به عنوان مجری و چهار تا دو تا آخوند و چهار تا آدم بدتر از خودشون اونجا میندازن، از آدمای که معلولیت دارن مسخره میکنن، از ادیان مسخره میکنن، از گفتار، از جنسیت مسخره میکنن. هدفش چیه وقتی اون آخوند میاد یه شعر دریوری میخونه، بچه‌ها دست میزنن؟ اصلا نه من مهم هست براش، نه شما، نه هیچ مخاطب دیگه. اون افکار پلیدی که از اسلامی که ای کاش واقعا نمیگفتن آخرین دین هست و این یکم آپدیت میشد و جلو میومد و افکار پوسیده اون همه سال رو نبود، اون رو داره در ضمیر ناخودآگاه ما ورود میکنه و وارد میکنه. علت استفاده بسیاری از افراد از مقوله طنز، یکی از علتهای بسیار زیادش این هست که قدرت نفوذ بالایی در ضمیر ناخودآگاه مخاطب داره. خیلی ممنونم از توضیحات عالی آرش جان. من دو تا نکته کوچیک در مورد فرمایشات بگم و بعد پرسش نهایی. یکی این بحث درآمد رو که اشاره کردی، این یه بحث بسیار مهمیه در فضای سیاسی. من خودم شخصا مثل خودت شغل خودم رو دارم و خیلی موقع‌ها پیش اومده که مثلا برخی از هموطنان در کامنت ها اینا نوشتن که مثلا هیچ ایرادی نمیگیرم به این قضیه، ولی فکر خودم مثلا گفتن حساب پیپل بده و اینها، من همیشه نگرانی رو داشتم که اگر بیام اسپانسر پیدا کنم فلان دیگه نتونم حرف خودم بزنم. من باید ترجیح میدم شغل خودم رو داشته باشم، بتونم حرف خودم رو راحت بزنم. و به قول خودت این خیلی مسئله مهمیه که کار اصلی فعالیت سیاسی نباشه، آدم شغل خودش رو هم داشته باشه. ولی یه چیزی، یه جنبه دیگه هم این قضیه داره. اکثر میهن پرستان و پادشاهی خواهان اصیل همشون این وضعیت رو دارن و همشون کار خودشون و مشاغل خودشون، درگیری های خودشون دارن. از اون طرف اکثر پهلوی ستیزان و ایران ستیزان و ملا چپی مجاهد ها وصلن به اندیشکده ها و به سازمان ها و دولت ها و اینا. و این رو اینجا من میخوام بیشتر خطاب به مخاطب بگم، خطاب به هموطنان بگم، فکر نکنید که اونا سازماندهی بهتری دارن، تلاش بیشتری میکنن، ظرفیت بالاتری دارن. میلیون ها میلیون دلار، میلیاردها تومانی که اونها خرج میکنن وابستن به یه اندیشکده، به یه سازمان، به یه دولت، خب اونا رو پادشاهی خان اصیل ندارن. واقعا اینو دارم از ته دلم میگم، بچهای پادشاهی خان واقعا دارن از زندگیشون میذارن، هیچکی هم منت نمیذاره، هر کی داره وظیفه ملیش، ولی با یه عشقیه، با یه واقع میدونی که اونا نه، اونا بعد برخی از هموطنا میگن مثلا چطور شما نگاه کنید مثلا در این انقلاب ملی چند شخصیت اومدن فلان کارو کرد یا فلان سازماندهی مثلا نیروهای چپ و پول ملی. ببینید هیچ من حداقل اون که از افراد اصلی رو که میشناسم کسی خودشو نفروخته، حتی درباره منبع مالی و کمک مالی گرفتن هم خیلی احتیاط میکنن که یه وقت اصلا یه نفری نه پس بره بهشون بگه آقا چون ما چه میدونم مثلا من این 10,000 دلار رو به تو دادم باید نظر من رو در برنامه بگی. میدونید یعنی این چیزها رو حتی رعایت میکنن و این رو باید دوستان بدونن و بدونن وطنان از خود مردم و طرفداران پادشاهی، یعنی وصل. یه نکته دیگر هم بگم، دقیقا من منظور اصل صحبت شما رو فهمیدم درباره، یعنی شما میخواستی بگی که طنز چه ظرفیتی داره که چقدر گسترده میشه باهاش بازی کرد و میشه دقیقا. خیلی از خطوط هم رد که آره، که حتی تو کلام عادی شاید نشه این کاری کرد. طنز نیست آریا، هنر کلن این هست که حالا طنز یه برش بیشتری داره نسبت مثلا به موسیقی. آره ولی آره، منتها من فقط یه نکترم بگم، نظر شخصیمه با احترام به نظر همه هموطنانی که طور دیگه میاندیشن،
من شخصا جدا از این بحثا یه مقدار دیده یه مقدار چرس کنم بیش از حد دیده انتقادی دارم با آقای ولی الله به خاطر پروموت کردن بیش از حد یه سری افراد و نیروان مهمانهایی که آورد بعضا شادی امین و امثال گلشیفته حالا بحثش بماند اصل حرف تو فهمیدم ولی خواستم رو هم بگم متاسفانه خب، خیلی روای من نمیخوام توجیه کنم اون مهمانی که میادش اونجا به صلاح دید اسپانسر و تهیه کننده اون برنامه است. گرفتاری درام یعنی شخصیت سینا رو من نمیخوام بشورم، ولی میگم شخصیت کاری سینا که شما میبینید که حالا در یک مونولوگ عبور نمیکنه از یک خط قرمز یا ناچار یک مهمانی مثل این خانومی که گفتید و دعوت بکنه یا افراد دیگه ای رو داشته باشه، یا اصلا من بذار فراتر به شما میگم همین برنامه ای که چند شب پیش بود یک سرکار خانومی آوردن و بسیار خودش و اون یکی همکارش خانومی که باهاش هست سعی کردن ایشونو بسیار فراتر و بزرگتر از اون چیزی که از یک هنرمند بسیار توانمند، یک خانوم خوش صدا جوان بسیار هنرمند بود، ولی دوستان اگر اون برنامه رو دیده باشن یا ببینن متوجه میشن که اون برنامه بسیار در بزرگتر نشان دادن اون خانوم فعالیت کرد. اینها تصمیمات و تفکرات اسپانسر هست که داره این کار رو انجام میده. همین بحث دیگه، ببین نمیتونی دیگه بس همین دیگه شما بخواید درآمد داشته باشی از کاره، یعنی از شغل تو، یعنی شغل ایشون این هست، یا باید بگه نه من میرم مثلا مثل عادل فردوسی پوری که در ایران هست گفت نه رفت خودش به هر حال یه برنامه ای راه انداخت و شروع کرد و جلو رفته با مسائل و مشکلاتش، یا نه نباید بگی نه و با اسپانسرت بری. برای همینه که من شخصا درآمد زندگیمو روی این مسئله نمیگذارم. آفرین، یعنی دقیقا همین یه مثال واضحه، دقیقا نشون میده هموطنان ببینن دیگه. ببینید کسانی که واقعا میهن پرستن و اینها زیر بار این مسائل نمیرن حتی اگر سود مالی براشون داشته باشه. اما پرسش نهاییم جناب جانفرست، میخوام نظرتون رو بدونم که شما به عنوان یک ایرانی، اولا اینو دلم میخواست بگم اول صحبتات گفتی که بعضی استاد دانشگاهن بعضی ها دارزن. ببین من یه آدمی مثل شما رو و خیلی از میلیون ها میلیون هموطنمون رو که الزاماً تحصیلات در زمینه سیاسی هم نکردن، حتی شما رو نمیگم، حتی ممکنه برخی هموطنان مثلا مطالعات سیاسی تاریخی هم خیلی در زندگیشون نکرده باشن برخی از هموطنان، ولی همین که اینطوری میهن پرستید، همین که در مسیر درستی سادی به هزار نفری که استاد فلان دانشگاه و فلان اندیشکده و اینا هستن و خودشون آدم های سیاسی میدونن و کاری غیر از خیانت در تاریخ ایران نکردن، واقعا میارزه یه تار موتون. اما پرسش آخرم این هست که جناب آرش عزیز، چرا شما به عنوان یک ایرانی که اومدی خارج از کشور و مسائل مختلف، چرا مسیری که انتخاب کردی و ایدئال سیاسی که برای خودت برگزیدی مسیر پادشاهی پهلوی هست؟ هر شبت که من جا خوردم، اگر یه نفری مثلا بیاد از یه نفری که گرایش غیر پهلوی داره سوال بکنه که چرا شما یه گرایش غیر از پهلوی انتخاب کردی، یکم برای من قابل حله. من ایرانیم، من از وطنم دارم میام، من از کشوری دارم میام که اسمشو گذاشتن انقلاب در سال 57، کشور من اشغال شده. حالا یه زمانی یک اعرابی حمله کردن که اون اعراب فارسی حرف نمی زدن، خب اینا اگر فارسی حرف می زنن یعنی هموطن منن، اینا وطن منو گرفتن، اینا کشور منو گرفتن. من اصلا به کلمه بازگشت پادشاهی پهلوی اعتقاد ندارم، من به تداوم اون اعتقاد دارم. اینی که مردم ما برمیگردیم همینجا، تو صحبتات گفتی که با هر گونه سوادی که دارن در سیاست با هر گونه مطالعه ورود پیدا میکنن، علت میهندوستیه که این میهندوستی با یک دسیسه سیاسی این میهن رو ازشون گرفتن. وقتی با یک دسیسه سیاسی میگیرن، شما باید بری بشینی تاریخ رو بخونی، باید بری بشینی کتابهای محمد رضا شاه رو بخونی، باید بیای دیدگاه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی رو در موردش مطالعه بکنی، پس سیاسی میشی. افراد اتفاقا اسم ایشونو نمیارن، بسیار شناخته شده هستن و بسیار هم توانمند در مسائل سیاسی هستن.
چند وقت پیش به من میگفت آرش، افراد و مردمان به خاطر اینکه آمدن و مسائل و سیاسی اجتماعی رو به صورت تجربی به دست آوردن، یعنی از سال 88 که مردم میگفتن یا حسین میر حسین، رسیدن به سال 1401، حالا من قبول نمیم 2581 شاهنشاهی یا 2582 شاهنشاهی که الان هستیم، وقتی رسیدیم به این سال میبینیم مردم دیگه از خیلی از مسائلی که آرزوشون بوده، این مردم سال 80ش مگه چند سال قبل میشه، دنبال رأیشون بودن، دنبال این بودن که مثلا اون انتری نجات نباشه، این یکی باشه، نخست وزیر امام باشه. یعنی شما سطح تفکر جامعه رو ببینید. من اتفاقا یک بحثی که دارم، مثلا افراد میان میگم شاهزاده رضا پهلوی کاری نکرده، من نمیدونم شما فاکتور محاسبتون از کیه؟ از فردای 22 بهمن 1357 شما خودتون چی کار کردین؟ تا سال 88 تا 96 97 98 تعارف نداریم، از وقتی که شاهزاده شرایط رو درست دیدن، حالا نو جمهوری اسلامی رو شروع کردن، پیمان نوین رو شروع کردن، آمدن جلوتر تا رسید به اینجا که الان سطح توقعات از شاهزاده میره بالا. چرا؟ چون نگاه و پایگاه مردم ایران نسبت به ایشون رفته بالا. مردم نبودن، تعارف کجا بودن دنبال حکومت پهلوی؟ کجا دنبال ایشون؟ کی ساپورت کرده؟ الان یه 2 سال 3 ساله که راه افتادن و انتظار دارن، ولی مجاهدین خلق از اون اول بودن، چپ ها که اصلا بودن از همیشه بودن، جمهوری خواه ها بودن، جمهوری خواه های غیر ملی رو میگم، من با جمهوریت و جمهوری خواه ها مشکل ندارم، و بسیاری جمهوری خواه های ملی گرا هستن که شاهزاده رو هم قبول دارن، به هر حال اول و آخر که به زور چماق نمیشه تعیین کرد من درست میگم یا تو درست میگی، این افکار عمومی است که تعیین میکنه کی درسته کی غلطه. پس علت این که واقعا من به پادشاهی پهلوی و این خانواده علاقمندم و در تلاش دارم میکنم برای تداومی که اتفاق افتاده، این تداومی که اتفاق باید بیفته ببخشید، این هست که من ایرانیم، من کشورم اشغال شده، یه حکومت ملی سر کار بوده، یه حکومت مردمی بوده رفته. و بسیار در این راه پدر من هم تاثیرگذار هست. پدر من فرمانده بازرسی نیروی هوایی همین جمهوری اسلامی بود که در سال 1393 از بین رفت و فوت کرد. ایشون دوره دیده دوره خلبانیشون رو، زنده باشید روی پدر شما هم شاد، دوره خلبانیشون رو در زمان آریامهر گذروندن، در امریکا گذروندن و بعد اومدن در ایران روی 2 تا هواپیما زمان جنگ روی فانتوم پرواز کردن، بعدش روی F-14 پرواز کردن، بعد پست‌های مدیریتی داشتن، پست فرماندهی داشتن، فرمانده بازرسی نیروی هوایی بود دیگه، پست کمی نداشت. ولی من از وقتی یادم میاد، یعنی ببین این یه چیزی هست که پدر من یه آدمی نبود که بشینه مسائل رو برای من باز کنه، یه آدم نظامی بود، همه کاراش رو 0 تا 100 انجام میداد، درست یا غلط انجام میداد، هیچ بازی نداشت، بالانسی نداشت. ولی ساده به شما میگم، 1 کیلو گوجه میخرید و این گوجه حالا یا کیفیتش بد بود یا گران شده بود یا هر چیزی، اول از همه میگفت خدا بیامرز شاهو، بعد 2 تا فوش به اینا میداد، فرمانده ارتش این جمهوری اسلامی بود، 2 تا فوش به اینا میداد و بعد میومد میگفت کی زمان سابق اینجوری بود، زمان شاه اینجوری بود، و میشه پیرامون زمان شاه صحبت کردن. منی که سنم پایین بود، منی که نوجوان، حالا اون موقع در این حدم فضای مجازی نبود که شما برید بخونید و ببینید، موقعی که کامپیوتر اومد و اینترنت و اینجور مسائل اومد، منم مثل همه جوانای دیگه علاقه من بودم که در یاهو مسنجر مثلا با یک خانومی ارتباط برقرار کنم، دوست دختر پیدا کنم و این مسائل. ولی اگر می اومدم در بدترین حالت مثلا 1 ساعت در یاهو مسنجر دنبال یک دوست دختر میگشتن داشته باشم، 1 ساعت هم هر جوری شده بود این وبلاگایی که اون موقع وبلاگ نویسی بود میخوندم در رابطه با تاریخی که، چون کتاب نبود اونجوری که شما بخونید. بعد من یک شوهرخاله‌ای داشتم آقای نادری، یک کتابخانه خیلی بزرگی داشت و دارد و بسیاری از کتاب‌های ممنوعه رو من از کتاب‌های مثلا شجاع الدین شفا یا تا خود کتاب‌های آریامهر مثلا پاسخ به تاریخش رو من از ایشون گرفتم خوندم. خب اینا منو برمیگردن. پدر من
من نمیدونم یادم رفته، یه دو سه دفعه هم حفظ کردم ولی یادم رفت، مساحت آبی خاکی مرزای ایران رو به کیلومتر و سانتیمتر تا انتهاش میگفت که چقدر هست و همیشه هم حفظ بود میگفت. و بعد میدیدم خودش سلامتش رو برای وطنش داد، دوستاش تو جنگ بین رفتن، دوستاش توی انقلاب به خاطر وطن تیربارون شدن و و و و خیلی مسائل دیگه. من باید خیلی بیار و بیدرد باشم که اصلا وطنی برام مهم نباشه و خیلی کودن و احمق باشم که برای احیای وطنم دنبال آدرس غلط برم. بابا وطن من بوده، یه حکومتی هم بوده، همه یه حکومت ها هم خوبی و بدی و همه رو با همه گیر، یه حکومت داریم که مثلا الان در آلمان میگه همه چیش اوکیه، ولی حکومت ما نسبت به بازه زمانی که بود، جنگ بلوک شرق و غرب، مسائل و کشورهای عربی که همیشه همون عراق بسته، همیشه نگاه داشتن به سرزمینمون در اون جغرافیای واقعا خطرناک، در اون جغرافیایی که واقعا همه مثل گرگ منتظرن یه کشور دیگر تیکه پاره بکنن، کشور منو به جایی رسون که بن سلمان در سال 2024 میلادی وعده مسائلی رو میده که محمد رضا شاه انجام داده بود. آفرین، درود بر شرف. زنده باشی. نه این حقیقت واقعیته. من آریا جان از مجاهدین خلق، ببین آریا جان همین مجاهدین خلق شما بگیر، من گفتم موقعی که شما با من تماس گرفتی من یه گرفتاری داشتم، توضیحاتی بهت دادم. مجاهدین خلق، جمهوری خواها، آدمای با قصد و نیت در پادشاهی خواها، منظورم آدماییه که از اون ور بوم افتادن. میدونی من یه جمله‌ای دارم، میگم من هیچ وقت ایران رو برای پهلوی نمیخوام، من پهلوی رو برای ایران میخوام، چون پهلوی ایران منو حفظ میکنه و رو به جلو میبره، وگرنه افراد نام هستن میان و میرن، با یه سابقه وطن هست که باقی میمونه. حالا تمامی افراد، دسته ها، گروه هایی که گفتم، با من بارها به زبانهای مختلف صحبت کردن که با هم مثلا همکاری و کار و اینجور مسائل رو داشته باشیم. دلتی که من قبول نکردم مسئله سیاسی نیست که مثلا نیام با این شخص صحبت بکنم یا با این شخص کار بکنم یا هر مسئله دیگه. مسئله اینه که نگاه میکنم میبینم در چارچوب افکار سیاسی اینها، در پلنها و برنامه اینها، یا وطنم و ایران من جایی ندارد، یا وطن یا ایران من بهانه ایست که اینها به قدرت برسند و بتونن از مزایای قدرت استفاده کنند. شاهزاده رضا پهلوی با آقای مکس امینی پارسال بود داشت صحبت میکرد، یه جمله گفت، حالا واو به واوش رو من نمیگم ولی کلش کلیتش این بود، میگفت صحبت از این بود که چرا شما مثلا قدرت رو نمیپذیری این مسائل. شاهزاده برگشت گفت نپذیرفتن قدرت شجاعت بیشتری میخواد از پذیرفتن قدرت. که مکس امینی برای 30 ثانیه همجوری ساکت نگاه میکرد ایشونو، و واقعیت هم این هستش که نگاه میکنی میبینی یک شخصیتی به دنبال این هست که به قدرت برسه، که حالا هر هدفی رو داره انجام بده یا نه به دنبال وطنشه، به دنبال کشورشه. علتی که من مثلا با فلان گروه سیاسی مشکل دارم اینه که این گروه، جدا از این که من میگم اصلا چه دلیلی داره، یه سری ها دست دادن به دست هم دانسته و نادانسته، یعنی چپ و راست و ملی مذهبی و سوسیالیسم و همه اینا دست دادن به دست هم، یه بدبختی رو برای ما وجود آوردن در کشورمون. حالا یه سریاشون متنبه شدن، فهمیدن اشتباه کردن، اونا داستانشون جداه، میبینی که حتی تفکر سیاسیشون هم دارن ولی نمیان جلوی پهلوی وایسن، میان تفکر سیاسی خودشون رو بازنش میدن، ولی یه عده‌ای هستن هویت سیاسی اجتماعی خودشون رو در مبارزه با پهلوی معرفی، یعنی اگر پهلوی وجود نداشته باشه این اصلا حرفی برای زدن اصلا چیزی نمیتونن توجیه، نمیتونن حرف بزنن، چه برسه بخوان چیزی رو محتوای یا تحویل کسی بدن. وطنگرایی و وطن دوستی یه چیزیه که تمام ملت ها دارن و شما میبینی یک سری افراد با غرض خاص ناسیونالیسم ایرانی رو مثلا به فاشیست مثال میزنن. چرا؟ چون دنبال این هست که فلان محله و شهر و روستا و استان و قسمت از کشور رو بکنه یه کشور دیگری و در اون کشور دیگری بتونه منافع
اقتصادی خودش رو به واسطه رسیدن به قدرت تامین کنه. علتی که پادشاهی خواه از مبارزه سیاسی پول در نمیارن اینه که اینا کاسبان زندگی خودشونن، کاسبان سیاسی و کاسبان اپوزیسیون نیستن، ولی افراد و تفکرهای مختلف درست و غلط تفکرشون بحثش جداه. میبینیم میخوان ارتزاق بکنن از فلاکتی که در سرزمین من هست، میخوان ارتزاق بکنن از تیکه پاره کردن کشور من. این هست که واقعا اصلا آتش میزنه به، حالا من یه شعرم هستش به اسم معبد جاوید، هر وقت وقتش شد اینجا اجرا میکنم تو برنامه شما. و این هست که واقعا باعث میشه که سره از ناسره مشخص بشه. همین. خیلی ازت ممنونم از توضیحات عالیت. اتفاقا چه چیزی بهتر از این که حسن ختام برنامه با اون شعر به پایان برسه، چون هموطنانی که کار تو رو آرشان دنبال کردن، و البته من بگم احتیاج چیز نیست، ولی به هر حال تمام شبکه‌های اجتماعی آرش عزیزم هم در دیسکریپشن و هم در اولین کامنت های برنامه پین خواهم کرد، و عزیزانی که کارات رو دنبال میکنن میدونن که دست خیلی توانایی هم در شعر هم داری. شعر هم خوب، خیلی خوب هم میخونی هم میسرایی. نه اجازه بده، اجازه بده جان. من با روی ویدیو هم نوشتم، بارها هم توضیح دادم شاعر نیستم. چرا؟ چند تا شعر خودم دارم، ولی 80-90%، 90 بیشتر، 90% کارهایی که من انجام میدم شاعرش افراد دیگه ای هستن، اجراشو من انجام میدم. خیلی خوشحال میشیم که در حسن ختام برنامه یکی از نوشون. حالا که حسن ختامه، ما در رابطه با وطن و چپ و راست و اینا صحبت کردیم، تو نمیخوای من با طول ولایی های خودم یه کیفی بکنم قبل از این شعره؟ بخواه من برای اونا هم شعر گفتم، بعد یعنی نگفتم شعرش رو، یک شاعر عزیزی به اسم شاهرضا گفت که حالا یه بخشش رو من اینجا میخونم براتون. و یکی دو هفته بعدش هم حماس حمله کرد به اسرائیل، و شعرش هم اون موقعی بود که بازی سپاهان با الهلال بود اگه اشتباه نکنم، حالا تیم عربی یادم رفته، سر کله سردیس منحوس کتلت بزرگ بازی به هم خورد و مسائلی پیش اومد. قبلش هم که روز ملی عربستان بود، اینا تو هتل اسپیناس باش موردن مسئولین جمهوری اسلامی و با عربا میرقصیدن. شعرش هم این بود، میگفت که امیدوارم یادم نره وسطش، میگفت ویرانه شد طول ولایی ها، گوش کنید ها، طول ولایی ها یعنی طول ولایی ها. یه درخواست میتونم بکنم، یه درخواست میتونم بسید بکنم قبل از اینکه اون حرکتی که اول ویدیوهات میریم میگه که عمو جون طول ولایی، اونو یه سلام اینطوری دوباره بکن به این طول ولایی. آخه اون نسبت به موضوعاش میره طول ولایی های گل خودم، عموی خوبی چی شده؟ آخه همینه دیگه، وقتی نمیرید پشت سرش با یادت شعره که خوندم براتون، گوش کن یه بار دیگه برات میخونم، باریکلا یادداشت کن. ویرانه شود شهر تلاوی به زودی، والله نماند اثر از آل سعودی، این گوز که از حنجره شیعه برآمد، انقدر بزرگ بود که جانش به سر آمد. طول ولایی رقصیدی به شمشیر عربهای سعودی، اینک اینک بزنی بوسه به پاهای یهودی. من نمیخوام بگم یهودی ها از مسلمان ها برترن یا مسلمان ها دیگه، من دین ندارم اصلا. یه زمانی هم نقد دین زیاد میکردم، ولی وقتی دیدم که یه به قول خودشون یه بچه شیعه، یه مسلمان، یک شیعه داره با همون افکار ملیگرایانه من تلاش میکنه وطنشو، دینشو حفظ کنه، دینشو ببره تو خونهش تحت عنوان سکولاریست و باور داره بهش، دیگه نقد دینم انجام نمیدم. ولی واقعیت امر این هست که متاسفانه ما هرچی از این، اصلا اسم طول ولایی من برای این گذاشتم که نخوام بگم مثلا بچه شیعه یا شیعه، یا معلومه چه قشری دارم میگم. این طول ولایی ها با گندگوزی ها و مواردی که فقط به خاطر درک و فهم کوچیکشون هست، هم ایران رو نابود کردن، هم اسلام رو نابود کردن. من به عنوان یه منتقد اسلام متشکرم ازشون، اون یه بحث دیگه ایه، ولی در کل دیگه طول ولایی هم دیگه چی میشه بگه. خب بالا هر وقتم صلاح تونستین، اینم مال
خواهش میکنم حتما اون شعر در مورد وطن رو هم بفهم. بله شاعر این کار هم متخلص هست به جاه ماهی گاما سیاب. یکم سخته، نمیدونم چرا این اسمم انتخاب کرده. معبد جاوید. مام میهن، معبد جاوید ما، نور دیده، خانه امید ما، رنج دیده از سر جور و جفا، نالب و سوزش رسد تا کبریا، پرچمش از ملیت آری شده، رودها که از اشک و خون جاری شده، در نبرد است تا بیابد عصر را، کرپه آن نو کند این فصل را، فصل تاریکی و غم یغما و آز، رخت بندد در پی آواز و ساز، بحر میهن عاشقان بیریا، در پی خاکی بسان کهربا، جان دهند اندر دل این کارزار، تا سراید موسم اندوه بار، بیرق دشخیم را پایین کشند، پرچم ایران زهر سو پر کشند، همچو بیش از فتنه 57، فتنه ای کندر پیش شادی برفت، عاقبت ققنوس ما ایران زمین، عاقبت ققنوس ما ایران زمین، از میان آتش سودای دین اوج گیرد بر فراز آسمان، از کجی آری شود ایران ما، باز آید فر ایزد شوکت جمشید ما، سرفراز بر پرچمش هم شیر و هم خورشید ما. جاوید شاه و تا ابد آینده ایران. بسیار لذت بردیم آرش عزیز از وقتی که در اختیار ما قرار دادی. ازت سپاسگزارم. هر موقعی هم که آرش عزیز صلاح دونستی که هر برنامه داشتش، من با افتخار در خدمتت خواهم بود. خیلی هم ازت سپاسگزارم بابت همه زحمات که میکشی. ممنونم. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه و بدرود خدمت مخاطبین عزیز. یار دبستانیتان خائن بر وطن شد، مار درون آستین جامعه کین به تن شد، ای بانیان شورش باز انزجار کردین، سرهای سر به داران را سر به دار کردین، چوب خیانت شما حک شده بر تخت سیاه، ترکه فتنه شما مونده هنوز بر تن ما، باید من و تو ما بشیم تا برکنیم رخت عزا، یاور و یار هم بشیم لعنت به این بخت و قضا. یار دبستانیتان خائن بر وطن شد، مار درون آستین جامعه کین به تن شد، ای بانیان شورش باز انزجار کردین، سرهای سر به داران را سر به دار کردین، یار دبستانیتان خائن بر وطن شد، اتومتی که سر در به چاه کردین، روح پلید شیطان در قاب ما کردین، انگشت رایتون را پای نظام دادین، با صد فریب و حیله جمعی به دام دادین، یار دبستانیتان خائن بر وطن شد، مار درون آستین جامعه کین به تن شد، ای بانیان شورش باز انزجار کردین، سرهای سر به داران را سر به دار کردین، من بر دینداریتان خون تموم علماش، خوب اگه بد بد اگه بد سم تموم هدفاش، ای اجنبی پرستان خاکم به باد دادید، لعنت اگر دوباره
خائن به شاه باشید. یار دبستانیتان خائن بر وطن شد.